ما 50 سال از بیشتر صنعت خودرو داریم. زمانی که ما صنعت خودرو رو شروع کردیم، کره این صنعت رو شروع نکرده بود و اومده بود از ما الگو بگیره. فقط بفرمایید که چه اتفاقی افتاده که صنعت خودروی کره در این مکان قرار داره و شما که مدیر عامل ایران خودرو هم بودید برای مدتی و بقیه دوستان دیگری که هستن، این صنعت رو خودروسازی رو در ایران به این مقطع رسوندن. این فاصله فاحش ناشی از چیه؟ بزرگترین خودروساز کشور در سراشیبی شتاب گرفت. این هم تیتری از روزنامه حکومتی بهار است که در ادامه می نویسد در روزهای اخیر شاهد آگهی فروش بعضی از مهمترین زیرمجموعه های ایران خودرو بودیم. بسیاری از این زیرمجموعه را به صورت 100% برای فروش گذاشته و این یعنی واگذار کردن خط تولید بعضی از محصولات این خودروسازی. یکی دیگر از کارگزاران رژیم در مورد سیاست‌های ویرانگر رژیم آخوندی گفت یکی این که باعث شده که ما توی صنعت قطره‌سازی بین 30-50% نیرومون که نزدیک به 100,000 نفر میشن از دست بدیم، بیکار بشن، تولید ما بشه 1/3. یه تعدادی نزدیک 700-800,000 نفر هم پرسنل جوشتن کار میکنن، تمام اینا متضرر بشن. اما علت ورشکستگی ایران خودرو چیست؟ سیطره باندهای مافیایی آخوندی بر این صنعت. آقای دکتر منطقی مدیر عامل اسبق ایران خودرو گله می‌کرد که من در 8 سالی که مدیر عامل ایران خودرو بودم نتوانستم معاون مالیم خودم انتخاب کنم. یعنی صنعت خودرو ما سیاسی اداره میشه. یعنی صنعت خودرو شما دولتی داره اداره میشه. آقای دولت میاد میگه توی مازندران سایت بزن. چرا؟ چون آقای وزیر رفته بوده اونجا بازدید، با فلان آقا نشسته بودن، گفتن آقا بعد نیست اینجا بیا خودروسازی بزنه اینجا. و چش آقا بنویس یه خودروسازی اینجا بزنی، مثل این مثلا من جیگرکی اونجا بزنی. آخه وقتی دولت در این کار دخالت میکنه، سرمایه خودروساز عبه میبره، تمام سایت هایی که اینجوری ما زدیم تمام زیاده. رفتیم ونزوئلا سایت زدیم، از اینجا 100,000 کیلومتر راه سوار کشتی بشو برو اونجا، میخوای بفروشی که چی؟ میخوای 5,000 تا 15,000 تا خود. آخه اینا رو آدم به کی بگه؟ گام دیگر مافیا یاخوندی در انهدام تولید ایران خودرو و وارداتی کردن صنایع و قطعاتی بود که در داخل ایران ساخته میشد. من قطعه ساز قرار به این آقای خودروساز قطعه بدم 1,000 تومان. ایشون در عرض این طول سالها افزایش قیمت ها هست، به من افزایش قیمت میگه همون 1,000 تومان. ارزم ارزون تره، پس من میرم از چین وارد میکنم، مارک خودم میذارم روش، به اینم نمیگم، میدم به قطعه ساز ما رو بعضی هاشونو تبدیل کردم به وارد کننده، در اینچه ارزبری و وابستگی ارز ما رو بیشتر کردن که کمتر نگه. ببینی یه سیاست های اتخاذ میشه که گیر و گورش بعدم میزنه بیرون. یعنی اینکه دلار رو 8 سال ثابت نگه میدارن، وارد کننده ما تبدیل میشه، تولید کننده ما. خیلی ممنون آقای وارد. البته ایران خودرو از آخرین صنایعی است که در زیر دست و پای نظام آخوندی له شد. انهدام تولید صنعتی و کشاورزی ایران و خرج درآمدهای ایران برای بقای نظام پوسیده آخوندی در عراق و سوریه و لبنان و غیره از جیب مردم ایران بدهی‌های سنگینی را هم به بار آورده است. جناب آقای رفسنجانی در مطالبشون فرمودن که دولت بخش عمومی 500,000 میلیارد تومان بدهی داره. من 420,000 میلیارد تومانش رو درآوردم، تو یک مسابقه مطبوعاتی گفتم. عرض کنم که دولت به پیمانکارها 24,000 میلیارد تومان بدهی داره. به تامین اجتماعی 51,000 میلیارد تومان بدهی داره. به بانک‌ها 36,000 میلیارد تومان بدهی داره. شرکت نفت 40 میلیارد دلار، 120,000 میلیارد تومان بدهی داره. این 240,000 تاش. این رو میتونید مصاحبه منو با مطبوعات ببینید به دست بیارید. میدونید نکته چیه؟ نکته اینه که این 420,000 میلیارد تومان بدهی رو تو صورت‌های مالی گم می‌کنید. اما آنچه که هرگز گم نخواهد شد، خشمی شعله‌ور در میان هزاران کارگری است که بر اثر این چپاولگری‌ها
از کار و نان شبشان نیز محروم ماندند.